استفاده بهینه از این منابع زمینه‌ساز رشد روزافزون صنایع تجهیزات نوین آبیاری شده، رشدی که بهانه برپایی نخستین نمایشگاه دستاوردهای این بخش شده است. جدیدترین محصولی هم که تولید کردیم لیفلت هست که تا الان وارد می‌شده این کالا به سطح کشور، تقریبا تا 30% هزینه ابنیه و تقریبا 20% هزینه تولید رو کاهش میده. 50% هم توی بحث آبیاری تحت فشار صرف جوی در مصرف آب رو داره. تولید تمام تجهیزات مورد نیاز صنایع آبیاری میکروقطره‌ای به روش هوشمند از راه دور برای اولین بار در کشور داره اجرا میشه. شیرالات کشویی زبان لاستیکی و فلزی و شیرالات پروانه‌ای از سایز 100 تا 1200 که قابل رقابت با نمونه‌های خارجی هم در بحث کیفیت هم در بحث قیمت در حال حاضر هستش. وجود خاک غنی و زمین‌های وسیع کشاورزی در کشور و نیز جذابیت‌های این بخش بسیاری از سرمایه‌گذاران را از داخل خارج به این سمت کشیده است. ایران کشوری بزرگ با قابلیتی بالا در تولید محصولات کشاورزی و من به عنوان سرمایه‌گذار بسیار خوشحالم از اینکه میتونم در توسعه بخش کشاورزی شما سهم کوچیکی داشته باشم. با توسعه تجهیزات نوین آبیاری در بخش کشاورزی تا پایان برنامه ششم توسعه حداقل 11 میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد شد. ما الان در کشور 1 میلیون 550 هزار هکتار انجام دادیم. امسال 500 میلیون دلار از مال صندوق توسعه ملی منابع داریم. حدود 1000 میلیارد تومان هم از منابع عمومی به صورت اسناد خزانه دریافت شده، یعنی بالغ بر 2400 میلیارد تومان منابع دولت تأمین کرده که انشاءالله ما بتونیم در سال 95 این عدد رو به بالغ بر 200 هزار هکتار برسونیم. با اجرای برنامه ششم توسعه سالانه 600 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری نوین تجهیز می شود. کمبود منابع آبی و لزوم افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی توجه به طرح‌های نوین آبیاری رو اجتناب ناپذیر کرده، رویکردی که موجب شده دولت 85% هزینه اجرای این طرح‌ها را بلاعوض